سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز هم سهشنبه است در مرحله اول خبر تاسف در گذشت شاعر بزرگ معاصر ما دکتر اسماعیل خویی که تسلیت و همدردی دارم برای همه ما ایرانیان برای همه ما که به حال چنین شاعر و نویسنده ای رو از دست دادیم قدرش بسیار ارزشمند و اما امروزی که باز عرض کردم سهشنبه است بالاخره شورای نگهبان اون لیست رو اعلام کرد به وزارت کشور که مجری این کار انتخاباته ولی خب قبل از این که به وزارت کشور بده به سپاه پاسداران داد اونا اعلام کردن نصف شب دیشب امروز هم وزارت کشور اعلام کرد البته وزارت کشور خب کار اساسی رو انجام داد بر اساس حروف الف با گفت خب این خودش خیلی مهم بود این قدرت وزارت کشور میرسونه از یک طرف از طرف دیگه موقعیت وزارت کشور میرسونه به این معنا که آقای رئیس جمهور دستور داده بودن که وزارت کشور تا دو روز اعلام نکنه اسامی رو ولی خب دیدیم که سخنگوی شورای نگهبان قدرت بیشتری داره رئیس و وزیر کشور نه رئیس جمهور رئیس جمهور که کاره ای نیست که ولی به حال دیگه اعلام کردن و هفت نفر رو اعلام کردن و گفتن که از این هفت نفر شما بیایید یکی رو بگید ولی خب حالا اون بستگی به این داره که مردم آیا برای همین کاری که شورای نگهبان خودش انتخاب کرده در 28 ده خورداد هم خودش همون یه نفر مجددن اعلام میکنه به قول شورای نگهبان اصلا نیازی به رأی مردم هست یا نیست شورای نگهبان دو سه هفته پیش گفت گفت اصلا مسئله ای نیست که مردم چه رأی رو میدن رأی بدن یا ندن برای ما مهم نیست ولی ده اینجا به اون مسئله ای که اول انقلاب آقای خمینی گفته بود که میزان رأی ملت هست امروز بر میخوریم که میزان رأی ملت است باد هوا بود از اولش هم ولی خب حالا دیگه ده رسمی رسمی ده ده اعلام کردن که همین که هست همین که ما میگیم چیز دیگه ای نیست ولی ده من ده با وجودی که هیچ گونه اعتقادی نداشتم و ندارم از 42 سال پیش به این طرف در رابطه با انتخابات و کل نظام جمهوری اسلامی و تمامیت و موجودیتش ولی باز هم حالا که این چند روز آینده کاندیداها ها میخوان که آمادگی خودشون رو و تبلیغات کاندیداتوری رو بکنن یک پیشنهاد بهشون دارم که بارها تو این برنامه ها گفتم به این کاندیداها پیشنهاد دارم که قبل از اینی که بیان به صحنه و اعلام کاندیداتوری خودشون رو بکنن بر اساس دستور شورای نگهبان اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که مشتمل بر 11 بند و 6 تبصره است رو بخونن و بدونن که چی کار دارن میکنن چه راهی رو میخوان بپیماین کجا میخوان قدم بگذارن و چه کار بکنن و چه کار نکنن این اصل 110 و این 11 ماده بود شونز... 6 تبصرش تمامی امور کشور هر چه که شما فکر بکنید در دست رهبر و ولی فقیه خب باز توصیه میکنم که اصل 123 تا 130 قانون اساسی رو هم که اختیارات رئیس جمهوره بخونن من برای اینکه وقتتون رو نگیرم فقط مشخصا گفتم که اختیارات رئیس جمهور اصل 123 تا اصل 130 فقط دو سه تا موردش رو میگم رئیس جمهور اختیار داره که استوارنامه سفرا رو بپذیره و البته مثلا نه سفیر شور روسیه که دستور دهند است نه سفیر چین نه سفیر مثلا نمیدونم اه، 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 کشورهای اتحادیه اروپا و اینها همین بورکینافاسو و نمیدونم از این کشورهای اینطوری مالی و نمیدونم اینها رو اونها رو استوارنامه رئیس جمهور میپذیره رئیس جمهور در اصل 129 هم این قدرت رو داره که نشانهای دولتی رو به افراد بده حالا این نشانها اصلش چه ارزشی داره اصلش آیا دولتی اصلا وجود داره یا نداره اینها هم به کنار اصل 130 آخرین اختیار رئیس جمهور میدونید چیه قدرت رئیس جمهور اینجا نشون میده اصل 130 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که رئیس جمهور استعفای خودش رو به رهبر تقدیم میکنه خب پس در نتیجه در این زمینه هم باز به قدرت رئیس جمهور برخورد کرد ولی من فکر میکنم که اگر که باز بخوایم به دامنه انتخابات برگردیم ناگزیر هستیم که قبل از اینی که به انتخاباتی که به اصطلاح انتخابات آینده ای میخواد انجام بشه برگردیم به این که دستاورد هشت ساله دولت قبلی چی بود ببینید هممون آگاه هستیم به این قضایا اینی که مسئله گرسنگی مسئله اعتیاد مسئله فحشا همه اینا رو بذاریم کنار یک کارنامه خیلی مشخص در همین حکومت وجود داره دستاورد چیه زندانی شدن برادر آقای رئیس جمهور به دلیل فساد به دلیل دزدی زندانی شدن برادر معاون رئیس جمهور به دلیل فساد دزدی نمیدونم پسر امو اموزاده آقای عراقچی که الان در ویان هستند به دلیل دزدی دختر وزیر صنعت به دلیل دزدی داماد سعید وزیر صنعت به دلیل دزدی پسر آخوندی وزیر به دلیل دزدی دستاورد خیلی مهمی البته خب نمیشه که ندیده گرفت که میگم اینها فارغ از مسئله کروناست نمیدونم قایم شدن آقای رئیس جمهور در کاخش نمیدونم که نکنه یه وقت با کسی تماس بگیره و فلان نه اینا همه رو بذاریم کنار این کارنامه اقتصادی رو که فکر کنم که به دستاورد بسیار بسیار بزرگی بوده ولی اگر بخوایم برگردیم به اینی که انتخابات به اصطلاح با گفته جمهوری اسلامی چیه باید همینطوری که امروز اعلام شده ببینید که میگن که از هفتم خورداد تا 26 خورداد به مدت 19 روز کاندیداهایی که اعلام شدن این هفت نفر میتونن بیان و اعلام بکنن که چیکار میخوان بکنن حالا فرض کنیم که در این چرا دو سال همش تموم شده و نه از امروز این کاندیداها میخوان بگن برنامه ما چیه توی همین 19 روزی که پیش رو هست که مردم کاندیده ها رو بشناسن و از برنامه هاشون مطلع بشن اینی که بشناسن نشناسن مطلع بشن مطلع نشن همون حرفیه که شورای نگهبان میزنه یه اصلا برای ما مهم نیستش که مردم رای بدن پس نتیجه مهم من نیست که اینها چه برنامه داشته باشن که هیچ کدوم هیچ برنامه رو تا حالا نداشتن جز فریب مردم که این هشت سال گذشته هم شاخص اصلیشه ولی اگر این رو با انتخاباتی که خیلی ها میگن باید از انتخابات دفاع کرد باید رفت رأی داد مقایسه بکنیم کشورهایی که انتخابات واقعی دارن همین جنجال دو سه ماه پیش امریکا رو شما نگاه بکنید ببینید که بلافاصله بعد از این که آقای بایدن انتخاب میشه بلافاصله آغاز چهار سال بعد برای اینکه حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ بتونه کاندیدا معرفی بکنه یا خودش یا دیگری رو تو فرانسه دقیقا یک سال دیگه ریاست انتخابات ریاست جمهوری الان بیاید ببینید تو این کانال های تلویزیونی فرانسوی روزنامه ها رادیو ها چه جنجالی هست که این کاندیده ها احزاب میان و برنامه های خودشون اعلام میکنن که توجه مردم جلب بشه و اینها بتونن که بیان رای بدن خب حالا توی این 19 روز چه خواهد شد اون هم بماند ولی من فکر میکنم که در اصل انتخاب رئیس جمهور در ایران از طرف آقای خامنه ای بستگی به مسئله برجام و نشست ویان داره که تا اون معلوم نشه از این هفت نفرم تکلیف روشن نخواهد شد ضمن اینکه به هر حال ما یادمون هست که ما در حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه زندگی میکنیم که بالاتر از تمام شورای نگهبان و مجلس و غیره و غیره و غیره حکم حکومتی وجود داره این بار هم منتظر حکم حکومتی باشیم که باز دوباره مثلا نمیدونم حکم حکومتی صادر بشه که آقای لاریجانی باز هم بیادش قبول بکنه تو این نمایش شرکت بکنه اون هم بحث است که به نظرم همه جای خودش رو در جای دیگه ای خواهد داشت و من مسئلم رو در اینجا به این ترتیب اعلام می کنم که الان سوال شده که اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه رئیس قوه قضاییه چی میشه من فکر میکنم بهترین حالت این خواهد بود که آقای رئیسی هر دو قوه رو در اختیار داشته باشن که دیگه مسئله مسئله وجود نداشته باشه ببینید ما سه تا قوه در جمهوری اسلامی داریم اولیش قوه مقننه است قوه مقننه به حال رئیسش رو ولی فقیه یک پاسداری گذاشته که نمایندگان جرأت نفس کشیدن نداشته باشن حتی اگر بخوان نفس بکشن اونا هم بحث های جداگانه رئیس قوه قضایی است که بعد از رئیس قوه مقننه قاتلی در رأسش هست که هر کسی که نفس کشید چه در مجلس چه در این طرف مردم بگیره اعدام کنه همان اینکه این پرونده و سابقه وجود داره رئیس قوه مجریه کیه رئیس قوه مجریه اینه که دستورات رهبر رو نل به نل انجام بده و در این حال بزرگترین وظیفه و مسئولیتش چه خواهد بود اینی که مردم رو فریب بده خب ما این رو دیگه شاهد هستیم دیگه از زمان جناب آقای خاتمی که آغاز این فریب بزرگ و بزرگترین مشکلی که برای جوانها به وجود آوردن ناامیدی و افسردگی بگیرید تا به الان برسید پس در نتیجه به روشنی این کارگزاران اینا کارگزاران ولی فقیه هستند که اصلا نیازی نیست اسم حالا داشته باشن رئیس قوه مقننه اجراییه نمیدونم قضاییه فلان اینا اینا همه اون گماشتگانی هستند که باید دستور رو را رعایت بکنن ولی من شخصا به دلیل باوری که به مردم ایران دارم به جوانهای ایران دارم به زنان ایران دارم باورم بر اینه که غیر ممکنه این رژیم بتونه ادامه پیدا بکنه اطمینان دارم چون باور به مردم ایران داره سپاسگزارم